سلام خدمت شما عزیزان، امروز میخوایم در مورد این براتون توضیح بدیم که به جوجه فنچی که میخوایم دستی بکنیم چه سرلاکی بدیم بهتر هست. ببینید، بهترین سرلاکی که تو بازار الان هنوز موجود هست ولی خب کمی قیمتش بالاست، بهترین سرلاک هند میکس هست و واقعا سرلاک خیلی خوبیه. من خودم استفاده کردم اون موقعی که قیمتش پایین تر بود. الان من قیمت جدید ندارم. چقدر هست قیمتش؟ آخرین باری که گرفته بودم قیمتش خیلی رفته بود بالا. و شما میتونید به جای سرلاک هند میکس، سرلاک های داخلی، سرلاک های تولید داخل رو استفاده بکنید. و این سرلاکی که ما داریم استفاده میکنیم سرلاک کاملا ایرانی هست و سرلاک خیلی خوبی هم هست و رشد خوبی هم داشت. این همون جوجه ای هستش که دارین الان میبینید، پرهای روی بالش در حال رشد هست، پرهای زیر گردنش هم به مرور یواش یواش، اگر دقت کنید ببینید پرهاش به مرور در حال رشده. یه مطلب دیگه هم در مورد این که چه سرسرنگی برای تغذیه استفاده بکنیم، اون سرسرنگی هایی که برای سرلاک دادن استفاده میشه میتونید استفادهش نکنید، یعنی میتونید همینطوری سرنگ خالی رو به عنوان تغذیه دادن استفاده بکنید، یا میتونید از این یه سری کرمک هایی هستش که میتونید اون رو به سر سرنگ بزنید اگر احساس میکنید گلوی پرندتون اذیت میشه. اگر تجربه دارید و احتیاط میکنید میتونید همینطوری هم از سرنگ برای تغذیه استفاده بکنید، چون اون سرسرنگی هایی که تو بازار هست جهت سرلاک دادن من احساس میکنم یه کمی دراز هست و اگر شما کمی تجربتون کم باشه ممکنه پرنده چون موقع غذا خوردن ولع برای خوردن داره سرش رو میاره بالا و اون سرسرنگی ممکنه که گلو و عرض به خدمتشون با چیندون پرنده رو اذیت بکنه و پرنده آسیب ببینه. میتونید اگر پرندتون به سایز مناسب رسید که این سرسرنگی، این سرسرنگ داخل دهانش جا میشه، میتونید همینطوری هم این جوجه کوچولوهای زیبا رو تغذیه بکنید و دستیشون بکنید. دیگه عرض خاصی ندارم. بازم میگم هر سوالی دارید توی کامنت ها بپرسید، در قالب یک فایل آموزشی براتون ویدیو آماده میکنم و تقدیم حضورتون میکنم. لایک و کامنت و سابسکرایب هم فراموش نشه. پیروز و تندرست باشید.